در این بخش در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در ایران طبق تقویم اعلام شده وزارت کشور ایران دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد از امروز جمعه آغاز می شود با این حال واکنش ها به عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان همچنان ادامه دارد همکارم رضا سلماسی از تحریریه صدای آمریکا در این باره بیشتر توضیح می دهد. موضوع بررسی صلاحیت داوطلبای نامزدی انتخابات در ایران توسط شورای نگهبان همیشه بحث برانگیز بوده و موضوع جدیدی نیست اما این بار با وجود اون که ریشه انتقادهای یکیه اما جنس واکنش ها فرق کرده و اینکه از جانب چه کسایی مطرح میشه این بار پررنگتر شده دیدیم که صادق لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه که خودش از فقهای شورای نگهبانه روز سهشنبه انتقاد تندی رو مطرح کرد و گفت عملکرد شورا رو هیچ وقت تا این حد غیر قابل دفاع ندیده ایشون رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام هستند دو روز پیشم محمد جواد حجتی کرمانی یکی از روحانیون با سابقه جمهوری اسلامی بیانیه‌ای منتشر کرد با عنوان تیر خلاص به تابوت جمهوریت نظام و گفت ترکیب نامزدهای عمدتا یک دست مورد تایید شورای نگهبان در باور نمی گنجد. بعد هم به کنایه از رهبر جمهوری اسلامی خواسته با استفاده از قدرت قانونی و فراقانونی خودش مردم رو از زحمت شرکت تو انتخابات نمایشی فرمایشی معاف کنه و با یه حکم حکومتی ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی رو اعلام کنه ایشون از شاگردان آیت الله خمینی بودن و سابقه یه چند دور نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رو دارن بنابراین میبینیم که دایره انتخاب که سالها برای مردم ایران تنگ بود حالا ظاهرا برای خود حاکمیت هم تنگ شده و همینه که صدای به اصطلاح خودی ها در اومده و در مقایسه با واکنش های منتقدان و به اصطلاح اصلاح طلبان بیشتر مورد توجه قرار گرفته اما از دید مردمم بگیم که انتخابات برای اونا در مقایسه با کشورهای آزاد مفهوم متفاوتی داره مردم از این ابزار دموکراتیک برای نشون دادن نارضایتی خودشون استفاده میکنن و به کسی رأی میدن که به نظرشون نامزد مورد نظر حاکمیت یا مشخصا رهبری نیست سال 76 دیدیم به خاتمی رای دادن تا ناطق نوری رئیس جمهوری نشه سال 84 به احمدی نژاد رای دادن تا حاشمی رفسنجانی که نماد جمهوری اسلامی و بانی رهبری آیت الله خامنه ای بود پیروز نشه و 92 هم به روحانی رای دادن که رئیسی موفق نشه حالا به دلیل سنگین تر شدن مشکلات یا سرخوردگی و همینطور راه اندازی کمپین مثل نه به جمهوری اسلامی یا تحریم انتخابات ظاهرا خیلی ها تصمیم گرفتن از خیر این ابزار دیپلماتیک بگذرن و مخالفتشون رو با شرکت نکردن تو انتخابات نشون بدن هرچند خیلی ها هم نظر مخ... مخالفی دارن با وجود اون که مقام های ارشد نظام همیشه از مردم خواستن در انتخابات شرکت کنند حتی آیت الله خامنه ای چند سال پیش گفته بود حتی اگه مخالف نظام هم هستین رأی بدین اما شاید حرف اصلی رو که چرا این دایره انتخاب این بار انقدر حتی برای خود حلقه رهبری هم تنگتر شده رو عبدالناصر مصری نایب رئیس مجلس زده باشه که امروز گفته حاصل انتخابات پرشور انتخاب نادرست بوده و به قولشون ایشون حوادث دیماه 96 یکی از نتایج چنین انتخاباتیه.